تفکر، تحقیل، سرمایه گذاری در بروکر جهانی آرام گروپس. اومدیم با یه ویدیوی باحال دیگه، قراره به قبل و بعد قصر دارالامان ریاکشن بریم. قصر تاریخی دارالامان که زمان امان الله خان اگه اشتباه نکنم یکی از رئیس جمهورهای اولین رئیس جمهور افغانستان. چقدر زیباست و چقدر باحاله که ما قراره از موقعی که قراره بسازنش تا یعنی موقعی که ساختنش قراره. آره در اصل بازسازی، منظور از ساختن هم بازسازیه، بازسازیش قراره ببینیم و ما این پیشرفت رو قراره با هم دیگه توی یه ویدیوی مثلا 10 دقیقه‌ای ببینیم و چقدر باحاله و چقدر زیباست و چقدر هیجان انگیزه. بزن بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. با قبلی که بریم سراغ ویدیو یه اینفورمیشن کوچولو بدیم. این قصر رو تقریبا سال 1306 و اینا بوده که ساختن. آلمانی ها اومدن ساختن، یه مهندس آلمانی توی 2 سال این قصر رو ساختن. باید میشه یعنی از سال 1306 حسابش کن یه قصر رو تو 2 سال بسازن. تا سال 1308 ساختن. بعد سال 68 وزیر داخلی خود افغانستان که اون زمان بوده اسمش شهنواز، اسم فامیلی شده رفته، میاد کودتا میکنه علیه امان الله خان رئیس جمهور فکر کنم، میزنن بمباران میکنن اونجا رو. بعدم تو دهه 70 جنگ هایی که بین مجاهدا بوده دوباره اونجا هم بمباران میکنن، کلا این قصر میپاشه دیگه. اگه تو باشه یه تیکه تو ویدیویی که به بروسلی افغانستان یعنی آره عباس علی زاده ریاکشن چقدر جای زیبایی بود. آره با اینکه بودن پوکیده بود چه کار احمقانه ای که بیان حاصل این همه زحمت رو نابود کنن. خب آقا بریم سراغ ویدیو از اداره عملیاتی قصر دارالامان در گذشت تاریخ، تایم لپسش قرار رو ببینیم. ببین الان ماره اون زمان 1306 و 8 الان 1320 بوده. ایول باجه خیلی بزرگه با 150 تا اتاق داره فکر کنم حالا چیزی که من دیدم. بمبارونش باجی این اگه بدی به چین فکر کنم به نظر تو چقدر میسازه بستگی داره این اما تاریخی خیلی سرعت ساختش قویه. آجی چی کار کردن اینو؟ ببین محبت اصلا خودش که هیچی محبت هم براش نذاشتن. گنبه اصلا خیلی بد ترکوندن اینا. چی شد؟ ولی الان خیلی ترسناک شده میتونن توش فیلم های ترسناک بسازن. الان توی این چی داره و فکر کنم استفاده شده توی سینمای افغانستان. شاید استفاده شده باشه. شما واقعا میرسه بشم استفاده شه. به همینش هم میرسه. میگیری چی میگم؟ آره. الان همینش هم زیبایی خیلی باحالی آره. داره. آره. همین که اصلا شما صبح همین اسکلتش میاد. اگه اسکلتش نبود شب اصلا اونجا بری ببین چی. ببین چه اسکلت قوی داشته که این همه بمب از اون سوراخ صدا میاد. اسکلتش خیلی قوی بوده. آره. خیلی بزرگه. بعد ترکوندن اینا. ببین تو این چیزای سیاسی برگزار میکردن دیگه. حالا این طرف نخست وزیر چرا اومده اینجا رو یه جورای حالت اجلاس داشته. آره فکر کنم جمع شدن جلسه میذاشتن. فکر کنم رئیس جمهور اینجا بوده بعد نخست وزیر اومده کودتا کرده بزنه رئیس جمهور چیز کنه. نمیدونم حالا اینا موفقم شده یا نه. حالا بچا بنویسن چه آهنگ گنگ هم بک‌گراند کار حاجی داربستا رو ببینید بس سنگ فکر کنم شروع کنه همیشه میگن ایول برای وکس هم از کار خود شرف برادران زحمت کش همکاری بعد... آدم میبینه لذت میبره. میدونی چه هزینه کردن برای این پروژه؟ حدس بزن آمریکا. فکر کنم 1 میلیون دلار یا خرج شده دیگه. شاید هم بالاتر 2 میلیون دلار. 16 میلیون دلار. 16 میلیون دلار دیگه خیلی واجی. آره واجی 16 میلیون دلار برای پروژه ساختش یعنی بازسازیش. خیلیه با خیلی خود آمریکا شخصا یه پولی گذاشته کنار. خود اشرف غنی من فکر نکنم 16 میلیون دلار باشه. مگه چقدر دیگه من خرج کنم؟ حالا بعد البته بعد بعدش ببینیم دیگه مشخص به پول ایران یعنی فکر کنم یه 60 میلیارد 600 میلیارد. آره دیگه چیزی توی ما یاد میشه حاجی. 600 میلیارد خیلی فکر کنم. آره دیگه یه وقتی مثلا یک نه 60 میلیارد خیلی کم. 600 آره 600 میلیارد. ببین 600 میلیارد آره به پول ایران مثلا شاید یه خیلی میشه. مثلا 3 میلیارد نو گاد بلش کن وارد اینا نشیم مثلا بلش کن دمشون گرم آجی. ببین به کوب کار کردن فکر کنم 2-3 ساله اینو ترمیم کردن دیگه کاراشو بازسازیش انجام دادن. ایول تو الان بخوای خیلیه با پول مسالهش هم بخوای حساب کنی خیلی داداش. افغانستان مثلا تو شهرسازی ها اینا خیلی
به نظرم دستشون باز و راحتن. ساخت و ساز به خاطر نیروی انسانی که نیروهایی که دارن نیروهای انسانی خیلی خوبی دارن. حتی توی ایران هم نیروهای انسانیشو گاهی اوقات ترجیح میدن. آره حالا دلیل این که ترجیح میدن یه سری سیاستای کثیف پشتشه. آره دیگه مثلا بیمه نکنن یا مثلا بیمه نکنن اینجور داستانا. آره این چیزا هست. حتی من یه زمان خودمو جا زده بودم به خاطر اینکه قبول نمی‌کردن ایرانی. آره من مجبور شدم خودمو جا بزنم، رفتم اونجا گفتم اسمت چیه، گفتم من زورگری هستم. گفت از کجا؟ من موقع قندهارم تازه نمیدونستم، یه رفیقان گفتش بگو قندهار، بعد میگفت فامیلت چیه، گفتم نوری. بعد اونجا حالا رفتیم کلی اونجا بچهای افغان و پشتو بودن، حالا یه سریشون باور کرده بودن، یه سریشون میمدن به دوستن که منو دوستم آخه بچه افغان بود، منو برد اونجا میگفت این مردگه و از ما نیه پشتو بلد نیه. آره چون چون دلیل اصلیش به نظر من اینه که به کارشون پایبندن. میدونی چی میگم؟ یعنی اون کاری که انجام میدن پایبندن و صفت و صد تمیز کنن. تمیزشون میگم آجی خیلی این پروژه وقت خیلی حوصله سر بره با میدونستی؟ بعد این تا یه حدی اینا میسازن دیزاین اصلیشو مثلا یه سری مهندسای دیگه. اصلا دیزاین اصلیشو مهندسا فکر کنم میان میسازن. تو همین ایران هم خیلی از چیزای قوی که ساخته میشه مثلا برج میلاد نقشه کشاش از خارجه. شون گرم هی بچه بالا میده، حرکت بالی بود تو لوله آمده. یه شهر بازی که مثلا میخواد ساخته شد نقشه کشش از چین میاد مثلا. حتی من شنیدم که ای بچه شنیدم که بهترین سنگکارا و نماکارای دنیا رو از آره. افغانستان میاد. حالا شما توی کامنت ها صحت این قضیه رو بگید ببینیم درسته یا نه. چی هست چون این کارش خداییش علی از لحاظ معادن واقعا حرف برای گفتن داره. کشورهایی مثل کشورهای ما، کشورهای خاورمیانه ای از لحاظ معادن قوی واقعا. بکنم افغانستان اورانیوم خیلی زیاد داشته باشه. آره اورانیوم برای اتمیوم. ایوه کارگرا ما دمتون گرم. یعنی دمتون گرم، زحمت کشیدین برای پروژه خفن. خب آقا اینم بعدشه بکنم. واو پشمام آجی چی کار کردن؟ آجی چی شد؟ ایوه کوها رو نگاه ببین توی قسمت اینم چارچیچی میگم افشاریه. توی قسمت اون قسمت کابله جای بالا شهرش هست، یعنی اون قسمت شهر این داداش خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. ایول بابا ایول داداش با اون دیزاین اصلی که فکر کنم داشته یکم رنگ و لعابش فرق کرده. آره یکم حالا اگه بچه بروزتر داره میشه دیگه حاجی، باید هم بروزتر. آره. شه باید یه فرقی به قبلش بکنه. دقیقا حالا بچه اگه دوست داشتن که ما داخلش هم ببینیم از قسمت‌های داخلیش و حتما اگه ویدیویی دارین از داخلش توی کامنت ها لینکش بذارید که به داخلش هم ماجراجویی سفر کنیم. این افتتاحیه‌اش فکر کنم تقریبا 8 سال پیش داره که بریم داخلش. بعد مثلا میدونی چی بیشتر هیجان داشت؟ الان یه جورایی هیجان داره، بیشتر لذت داره بری داخلش. اون موقع که خراب بود هیجان داشت، ترسناک بود، مثلا میرفتی یوی چی میپرید اونجا. چقدرم شقا حرفه‌ای ساختن داداش، به همشون گرم خداییش. میرسه بهش که ریختن قشنگ مشخصه. میرسه بهش شب و روز. حالا بچا بنویسن چند وقت زحمات شب و روزی که بابت این پروژه کشیده شده. واقعا جا داره که قدردان این زحمات باشیم. آقا دم کسایی که این ویدیوها رو میان ساجست میدن توی کامنت های ما گر واقعا چه خفن، چقدر زیباست. یه بنای تاریخی که زدن برگ ریزون بود حاجی. کاش بناهای تاریخی مشابه اینم که خراب شده به زودی شاهد این باشیم که درست بشه حالا و صلح و آرامش و صمیمیت توی افغانستان و توی کشورهای پارسی زبان به جا آورده شود. به جا آورده شود. آقا این جنگی که حالا توی ویکی‌پدیا من خوندم توی دهه 70 رخ داد، یعنی بین مجاهدان، تو اونجا که شنیدم اینجوری بود که مثلا چند تا گروه با هم دعوا افتاده بودن، بعد اینا سر هم دیگه همجوری بمب می‌زدن. می‌دونی مثلا کاری نداشتن. الان اون منطقه مسکونیه مثلا. چقدر آدم باید آدم باشه که بیاد آقا من با تو مشکل دارم، بیام مثلا قصری که این همه خدمت داره بیام خراب بکنم. مثلا اشتباهی دیگه قصر چقدر زحمت کشیده شده چند سال پیش، یه نماد واسه خودش. چقدر نعمت، چقدر فراوانی، چقدر جاهای زیبایی داری. ولی واقعا چرا مثلا بعضیا استفاده نمی‌کنن ازش؟ چرا بعضیا با عقاید پوچ باعث میشن که این نعمت‌ها به چش نیاد، به جهان سوم به دید بعدی نگاه کنن؟ چرا نیان مثلا
به دید جاذبه های توریستی نگاه کنن. پشماشو میریزه اصلا بیان اینجا ببینن، پشماشو میریزه. چرا اصلا برگاشو نباید بریزه؟ واقعا میریزه. چرا؟ چرا ما باید اینجوری بکنیم؟ مگه ما چه فرقی مثلا با اروپایی‌ها داریم؟ که این همه روز به روز دارن پیشرفت میکنن. دقیقاً. اونا فکرشون یه چیز دیگه است، ما فقط فکر می‌کنیم. فقط فکر و فرق داره. فقط تصمیمات، فکرها، ذهنیت و فرق. حالا تاجیکستان هم بچه‌ها خیلی لینک گذاشتن که به جای دیدن ریاکشن میره. حتما ریاکشن میریم. فقط تنها لطفی که به ما می‌کنین بچه‌ها از وی پی ان استفاده کنید که ویدیو رو تا آخر ببینید. توی کامنت‌ها هم ویدیوهایی که دوست دارید ریاکشن بریم به اون پیشنهاد بدین که ما از اون ویدیوها براتون ویدیو بسازیم. و مرسی که حمایت میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید، انرژی میدید. دمتون گرم و تا ویدیوی بعدی، بدرود.